مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان. صالح فرشتن است. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر و بنیانگذار حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، صالح فرشتن است. اما باور کنید، صالح یکی از غنیمت‌های جامعه شکسته ماست. باید در زندگی حمایت و پشتیبانی شود. همان گونه که غازی امان الله خان، سردار محمد داود خان، دکتر نجیب و احمد شاه مسعود اشتباهاتی داشتند، شاید صالح هم داشته باشد. ولی مطمئنم اگر امروز صالح حمایت نشود، شاید فردا مانند امان الله خان، داود خان، دکتر نجیب و احمد شاه مسعود افسوس یادم را هم بخوریم که چقدر ارزان از دستش دادیم. در همین حال روزنامه 8 صبح در یک خبرنامه می نویسد: دوئل میلیونرها. امرالله صالح 3 روز پیش در مقام معاون نخست ریاست جمهوری از دست داشتن اعضای مجلس نمایندگان کشور در فساد مالی در نشست مقدماتی جنوا شکایت کرد. صالح پیشنهاد کرد که برای مبارزه با فساد مالی اعضای مجلس باید مسئولیت پارلمانی آنها لغو شود. مجلس نمایندگان یک روز پس از آن روند رایدهی به وزرای پیشنهادی حکومت را تعلیق کرد. نهاد با صدور اعلامیه خواستار استعفای صالح از مقام معاونیت نخست ریاست جمهوری شده است. بازتاب این تقابل در شبکه‌های اجتماعی تا این دم بسیار گسترده است. پیشتر مردم از موضع صالح اعلام حمایت کردند. مخالفان سیاسی صالح اما در کنار اعضای مجلس استادند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور تاکنون در برابر این اتفاقات ساکت است. فساد مالی در افغانستان به کرم نامیرایی تبدیل شده است که بیخ تمام نهادها را سست کرده است. شاید هیچ اداره را نتوان یافت که در آن کرم فساد موجود نباشد. به همین دلیل است که مردم عام نسبت به تمام نهادهای دولتی بدبین هستند و از خدمات آنها راضی نیستند. فساد در کلیه ادارات از کارآمدی آنها کاسته است. این امر باعث فاصله مردم از دولت شده است. روشنترین تصویر از این فاصله در انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 ارائه شد. رقم افراد واجد شرایط رایدهی در افغانستان بیش از 13 میلیون نفر برآورده شده است. از این میان 9.6 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات سال 1398 نام نویسی کردند و تنها حدود 2.2 میلیون تن آنها در روز انتخابات رای دادند. کمیسیون مستقل انتخابات تنها به آرای 1.8 میلیون نفر در روز انتخابات اعتبار داده است. این سطح پایین مشارکت در انتخابات پیامی جز به اعتمادی مردم نسبت به دولت ندارد. موریانه فساد علت این به اعتمادی و فاصله مردم از دولت است. کمک های میلیارد دلاری جامعه جهانی و نبود سیستم حسابدهی متقابل از عوامل اصلی فساد مالی در کشور است. همچنان فرهنگ معافیت از مجازات و ضعف حاکمیت قانون عوامل دیگری است که باعث تقویت فساد مالی در کشور شده است. به این ترتیب موریانه فساد تا زمان به حیات خود ادامه خواهد داد که این عوامل از بین رود. سابقه کسانی که حالا میلیونر شدند زیاد خوب نیست. بیشتر آنها تا پیش از دهه 80 خورشیدی آه در سفره نداشتند. بدمستی و سرمستی این روزهای این میلیونرها ناشی از پولهایی است که از بیت المال به یغما بردند. تقابل صالح با نور و اعضای مجلس نمایندگان در واقع تقابل بین میلیونرها است. این دوئل فرصتی است تا حساب گذشته این میلیونرها پاک شود.
رحمانی مدعی است که سازمان روند سبز صالح یک سازمان جاسوسی برای یک کشور بیگانه است. نور هم این ادعاها را مطرح کرده است. این ادعا کوچک نیست، باید پیگیری شود. صالح همچنان متهم شده است که در زمان تصدی ریاست عمومی امنیت ملی پولهای اپراتیفی این نهاد را به یغما آورده است. به نقل از نور، تانک های تل زنجیره‌ای احمدیار با پولهای اپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی تأسیس شده است. انتظار می رود که این ادعاها پیگیری شود. اگر اعتماد نسبت به دولت نیست، نهادهای بین المللی باید دنبال این اتهامات را رها نکنند. به همین شکل صالح باید ادعاهایش را مستند کند. نمایندگانی را که در فساد مالی دخیل هستند باید به مردم نشان دهد. او که ادعایش را از مقام نخست ریاست جمهوری مردم مطرح کرده است، حالا باید کل دستگاه دولت را برای اثبات آن بسیج کند. عطا محمد نور، والی اسبق بلخ، یکی از کسانی است که طرف اتهامات صالح واقع شده است. صالح نور را با یاد آوری از پرونده زخیم اطلاعاتی درباره بندر حیرتان به اخراج ماموران موریان صفت این بندر تهدید کرده است. از این یادآوری تهدید آمیز چنین برمی‌آید که نور در حیف و میل درآمدهای بندر حیرتان از سوی صالح مظنون است. وظیفه دولت است که برای پیگیری این اتهامات دست به کار شود. نهادهای جامعه مدنی افغانستان بهترین فرصت را برای پیگیری اتهامات فساد مالی در نتیجه دوئل این میلیونرها به دست آوردند. نهادهای جامعه مدنی در هماهنگی با نهادهای بین المللی باید در کارزار ملی مبارزه با فساد فعالانه شرکت کنند. باید پولهای بیت المال به جایش برگردد و این کار تنها با مشارکت فعال و مؤثر جامعه مدنی در این کارزار ممکن خواهد شد. اتهامات فساد مالی که طی چند روز اخیر از سوی میلیونرها در برابر یکدیگر مطرح شده است، تنها بازی سیاسی نیست. بخشی از این اتهامات قابل اثبات است. اگر اعتماد نسبت به نهادهای ملی مبارزه با فساد نیست، باید از نهادهای بین المللی استمداد جست تا این اتهامات را پیگیری کنند. این مسئولیت همه اقشار جامعه است که به صورت هماهنگ در این زمینه عمل کنند. مسئولیت نهادهای جامعه مدنی اما نسبت به دیگران سنگین تر است. آنها نباید سکوت پیشه کنند و تنها نظارگر این وضعیت باشند. دوئل جاری میلیونرها یک فرصت کم پیشینه برای برگرداندن پولهای بیت المال است و نباید این فرصت هدر داده شود. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.